3 آخرین موشکی که ناسا به فضا فرستاده شماره تجهیزات این سازمان که کارشان بررسی زمین و جو آن است را به 18 می رساند. یکی از این معمولیت ها فرستادن ای به مدار زمین بود که کار آن اندازگیری بارندگی در سطح جهان است. این ماموریت فضایی درک ما از بارش در سطح زمین را بهتر می کند. این ماهواره می تواند میزان برفی را که در اتمسفر وجود دارد اندازه گیری کند و به طور کلی درک ما از بارندگی را بهبود می بخشد. ماهواره دیگری که ناسا به فضا فرستاده میزان کربن در اتمسفر زمین را بررسی می کند. تام وگنر میگوید این ماموریت مهمی است. سیرا اکسید کربن یکی از عوامل مهم گرمایش زمین است. مهم است که بدانیم اکسید کربن از کجا می آید و به کجا می رود. آیا توسط اقیانوس ها جذب می شود؟ موجب آب شدن یخ در قطب می شود و این که زمین در 50 تا 100 سال آینده چگونه خواهد بود این فرایند است که لازم است درک کنیم دو دستگاه دیگر نیز در ایستگاه فضایی بین المللی نصب شده که زمین را بررسی می کند. یکی از این تجهیزات سرعت باد بر سطح اقیانوس ها را اندازی می گیرد و دستگاه دیگری با استفاده از اشعه لیزر رابطه بین ذرات از جمله ذرات آلاینده و تولید ابر را بررسی می کند. ماهواره بعدی که ناسا به فضا خواهد فرستاد چرخه آب در سطح جهان را اندازه می گیرد. مسئله ای که برای حفظ زیست بر روی زمین حیاتی است. این ماهواره ها و تجهیزات در واقع سلامت سیستم های حیاتی زمین را بررسی می کنند. واقعیت این است که فرایت های زمین به یکدیگر وابسته اند. اگر بخواهید این فرایت ها را درک کنید، باید بتوانید تمام مدت و در هر نقطه از زمین آنها را اندازه گیری کنید تا بتوانید تصویری کلی از آنچه روی زمین روی میدهد داشته باشید. ماهواره ها یکی از بهترین وسایل برای انجام این کار هستند. اطلاعاتی که این ماهواره ها به زمین میفرستند به هواشناسان کمک می کند پیش بینی بهتری از هوا داشته باشند و همچنین وسیله خوبی برای کشاورزان و کارشناسان اقیانوس و زمین است تا واکنش مناسبی به گرمایش زمین داشته باشند.